سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی از نیویورک همراه ما هستند. آقای قاسمی نژاد، بخت نخست وزیر اسرائیل رو برای به دست آوردن نتیجه از میانجیگری میان روسیه و اوکراین چقدر میدونه و فکر میکنید در شرایط کنونی نخست وزیر اسرائیل موفق بشه مقدمه یک آتش بس پایدار رو در اوکراین ایجاد کنه؟ بخت آتش بس پایدار در اوکراین به نظر من الان خیلی کم هستش. دلیلش هم این هستش که آقای پوتین در واقع الان چوب تحریم‌ها رو خورده، به حیثیتش، به حیثیت رژیمش، به حیثیت ارتشش ضربه وارد شده و از اون طرف اگر بخواد که دست بالا رو بگیره، تنها چاره‌ای که داره این هستش که به یک پیروزی نظامی دست پیدا کنه، چون اگر دست پیدا نکنه خودش و رژیمش میتونه در خطر قرار بگیره. و از اون طرف هم شما به زمین رو نگاه بکنید، همچنان بخت به دست آوردن پیروزی های نظامی برای پوتین بسیار زیاد هستش. هر وقت پوتین به این یا به این نتیجه برسه که به پیروزی نظامی دست پیدا نمی‌کنه یا به پیروزی نظامی دست پیدا بکنه و بخواد اون رو به یک پیروزی نتایج پایدار سیاسی تبدیل بکنه، اون وقت ما میتونیم در واقع بریم به سمت آتش بس پایدار. در باره اسرائیل چیزی که باید گفت این هستش که شما نگاه بکنید، برای ما مهم است، برای ایرانی ها این هستش که شما اگر نگاه بکنید در یک شرایط دشواری قرار داره، هم مرز با روسیه هست در واقع در سوریه، روابط پرتنشی اونجا با روسیه داره، اما تونسته در خودش رو در شرایط قرار بده که در واقع هم با آمریکا رابطه مناسب داره، هم با اوکراین رابطه مناسب داره، با روسیه میتونه صحبت کنه و در از نظر دیپلماتیک در جایگاه خوبی قرار گرفته. من رو یاد در واقع سیاست ایران در زمان شاه تقی میندازه که در کمپ غرب بود اما با شوروی ها رابطه حسنه داشتش. در مقابل شما خامنه‌ای رو نگاه بکنید، تبدیل کرده ایران رو به یک زائده ای از روسیه، رابطه خدایگان بنده با پوتین داره و جزء معدود کشورهایی است ایران الان که حمایت میکنه در واقع از این تجاوز روسیه به اوکراین. خب آقای قاسمی نژاد، به نظر شما کاخ سفید و کنگره آمریکا تا چه میزان در مورد کمک به اوکراین هم نظر هستن و آیا این جلسه محرمانه بین کاخ سفید، کنگره و رئیس جمهوری اوکراین میتونه تغییری در میزان کمک آمریکا به اوکراین ایجاد کنه؟ شما تصمیماتی که الان دولت آمریکا میگیره رو خیلی باید در چارچوب انتخابات میان دوره‌ای که در ماه‌های آینده برگزار میشه بفهمید تصمیماتش رو. و یک نکته بسیار مهم برای دولت آمریکا این هستش که اولا وارد نظام مستقیم با روسیه نشه، ثانیا دولت بایدن نمیخواد که در واقع یک بحران بزرگ در بازار انرژی پدید بیاره، برای اینکه همین الان از نظر اقتصادی دچار مشکل هستش. جمهوری خواهان دکتری که به آقای بایدن میگن، هم اکثریت جمهوری خواهان و بخش از بازهای دموکرات هم منتقد رفتار دولت بایدن پیش از تجاوز روسیه هستند و هم الان، یعنی میگن که دولت بایدن نه کمک نظامی کافی میکنه و نه تحریم‌های سنگینی هستن. من در مورد تحریم ها نکته بگم، من بسیار میگم این تحریم ها بی سابقه است و شدیدترین تحریم ها هستن. اینطور نیستش. تحریم هایی که الان علیه روسیه وضع شده بسیار ضعیف‌تر از تحریم هایی هستن که علیه جمهوری اسلامی وضع شده. شما اگر سویفت رو نگاه بکنید، بانک های روسیه به سویفت وصلن. شما تحریم هایی که علیه بانک مرکزی روسیه اعمال شده از تحریم هایی که علیه بانک مرکزی ایران اعمال شده ضعیف‌تر هستن. شما انرژی روسیه رو تحریم نکردید، همچنان آمریکا و اروپا دارن از اینها نفت و گاز می‌خرن. شما دولت آمریکا کل سیستم مالی روسیه رو تحریم نکرده. شما شاهد این نیست که در واقع بخش‌های صادراتی روسیه که درآمد زیاد براش دارن رو تحریم می‌کنن، در حالی که در مورد ایران این بوده. دلیلی هم که این کار نمی‌کنه گفتن این هستش که در واقع نمی‌خواد که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای وارد این بحران جدی بکنه خودش رو.